فره رو باز میکنیم، این تونل رو، فیس رو، استوب رو، دریفت رو فرق نمیکنه. هر جا که باز میکنیم نیروها رو ما در حقیقت از این حالت موازنه بیرون کردیم، آرایش نیروها رو به هم زدیم. حالا چطوری پس نیروها دوباره آرایش پیدا میکنن؟ بستگی داره به اون سایز اوپنینگ ما و شکل اوپنینگ ما. به اون بستگی داره. هر چقدر که چرا یک تونل، اگه الان من به شما بگم تونلی حفر میخوام بکنیم نیم متر پهناش باشه، به نظر شما چرا بشه نگهداری ما برای نگهداری تونل استفاده کنیم؟ خنده داره دیگه اصلا، درسته؟ حالا میگم 6 متر باشه، حالا دیگه خنده دار نیست. اگه بگم 10 متر باز دوباره خنده دار میشه، درسته؟ چرا؟ پس غیر از سایز چیز دیگه نبود که دیگه. هر چقدر که سایز حفره ما بزرگتر بشه انرژی ریلیس بیشتر میشه، اون مقدار انرژی که رها شده بیشتر میشه، بنابراین نگهداریش هم مشکلی، فشار رو تونل، سفت، لفت، همه جا زیاد میشه، بنابراین نگهداریش هم مشکل تر میشه، به جایی میرسه که به هیچ وجه نمیشه نگرش شد. یک تونلی که بعد 10 متر پهناش باشه تقریبا میتونیم بگیم که ما اصلا نمیشه نگرش شد. میشه این حد که گرون میشه که صلاحی که اصلا در معدن همچی کاری نکنن. راه تونلی راه و مقار میگن، چی میگن تو صدها اونجا رو اونها خب یه دفعه است، تو معدن هر روز باید این کار رو. این یک دلیل. دلیل دیگه بزرگ بودن و ناپایدار بودن با هم مترادفه اینه که وقتی که بزرگه جا داره که تعداد بیشتری جوینت یا هر گونه عدم یک نواختی دیگه رو ببینه، برخورد بکنه. به این دلایلی که سایز تونل تأثیر میذاره در پایداری. و اما اصلا پیلار برای چی میذارم؟ پیلار برای همینه که اون انرژی ریلیس کم بکنن دیگه. شکلش هم همینطوره. دیدیم که اگه چرا در بعضی جاها ما تونل رو اگه سقفش رو صاف میذاریم یا آرکدار میذاریم، آرکدار انرژی ریلیس رو کم یا کم نمیکنه، منتقل میکنه، آرایش نیروها رو به هم میزنه. این طور دیگه ای آرایش به طریقی آرایش میده نیروها رو مجدد که به نفع ماست، یعنی میده به اون طرف ها، به اطراف. موضوع دیگه ای داریم ما که خیلی مهمه برامون، استند آپ تایم. از نقطه نظر مکانیک سنگی باز دوباره بهتون در درس دیگه خواهم گفت که چطوری محاسبه بکنین، اب نداره. استند آپ تایم اون زمانی رو میگیم که تونل میسته بدون نگهداری، این میگیم استند آپ تایم. خب ما باید بدونیم چقدر تقریبا دیگه. اگر در معدن، اگر ما یک تونلی رو داریم، تونل رو حفر میکنیم میریم جلو مقطع به این طرف داریم میبینیم که در نزدیک های فیس تونل سقف، کف و یا خود فیس شروع کرده به برقه برقه شدن یا اون آخرهای تونل، اگه این تونل ما هست این آخرهاش اینجاها سقفمون چکش که میزنیم صدای به هم میکنن. یعنی چی؟ یعنی ما از استند آپ تایم گذشتیم. در این مواقع خب یا باید ساپورت رو زودتر بذاریم که نگذاریم از استند آپ تایم، یا هم که پهنا رو کم کنیم که استند آپ تایم رو زیاد کنیم.
چون استان وقتاً به خیلی چیزا بستگی داره، ودرینگ بستگی داره، هوازدگی، مقاومت کلی منطقه، اینا هیچ کدوم مهم نیست. پس چی برای ما؟ ما استخراجیم، ما میخواییم طراحی کنیم. از نقطه نظر طراحی طبق همین صحبت های 5 دقیقه گذشتمون، چه عاملی هست که از هر چیز دیگه استنداپ تایم رو بیشتر دستی قرار میده؟ یالا سریع تونل نیم متری رو شما گفتین که نگهداری نمی کنیم، یعنی استنداپ تایم چقدر؟ بی نهایته. تونل 6 متری چقدر؟ 2 ساعت، 1 ساعت، 5 ساعت داره اون. تونل 10 متری چه؟ دوره هم. پس پهنا بسیار بسیار مهم. پس وقتی که دیدیم که نه، مثل این که پایداری تونل ما کمه، روش رومن پیلار داریم کار میکنیم، میبینیم که پایداری کمه، ورقه ورقه میشه یا صدای بم میکنه. خب یه راهش اینه که ساپورت رو زود بذاریم، قبل از اینکه استنداپ تایم تموم بشه ساپورتش کنیم، برای اینکه پهنا رو کم کنیم، استنداپ تایم رو زیاد کنیم، به سرعت زیاد میشه. یعنی به محضی که ما تونل 5 متر رو میکنیم 4.5 متر، خیلی استنداپ تایم فرق میکنه. حساب کتاباش و محاسبه کردناش با آقایون دیگه، دوستان دیگه که، ولی مهم از نظر ما این نیست که محاسبات چطوری باشه، چون که محاسبات هر کدوم بالاخره جواب میده، خیلی وقتا جوابای مختلف میدن، فرمول ها و اینا. مهم چیز دیگه برای ما، مهم چیز دیگه، چون که پهنای تونل یا پهنای اوپنینگ فیس استوپ، زخامت استوپ، همش یکی، فرق نمیکنه، چون این مهمترین عامل است که استنداپ تایم تعیین میکنه. بنابراین ما یک استنداپ تایم معین فرض میکنیم یا به دست میاریم و از روی اون پهنا رو کم و زیاد میکنیم. یعنی متغیر ما پهناست بیشتر از هر چیزی در درس روش های استخراج. اینا عوامل است که استنداپ تایم تعیین میکنه، که بگم دیگه آقایون دیگه، دوستان دیگه بهتون خواهم گفت که چی هست. کلن ما در نگهداری، خب اگر که یک منطقه فیلیر انجام بشه، یعنی فیل کنه، منطقه بشکنه، سخت بشکنه، کف آماس کنه، دیواره ها بریزن، یعنی چی؟ یعنی یا در منطقه ما استرس زیادیه، یا استرنث کمه دیگه ها، یا باید استرس رو کم کنیم یا استرنث رو زیاد کنیم. دیگه چشم بنده نیست دیگه، هم دیگه از همین هست. تمام راهی هم که ما میگیم همین کار رو میکنه. مثلا دی واترینگ، آب کشی کردن، خب منطقه رو مقاومت شو زیاد میکنه دیگه. معمول نیست مگر در شرایط خاص. کی میتونه آبکشی کنه؟ آبکشی خیلی گرون تموم میشه، مگه معدن کوچیکی باشه، جای معینی باشه. اگر نه، آبکشی گرون قیمته. گراوت کردن یا دوباب سیمان، میپاشن به سقف تونل، دیوارهای تونل، نه به خاطر که نگهداری بکنه، بیشتر به خاطر اینکه یه مقدار آب رو به خودش جذب کنه که مقاومت منطقه زیاد بشه، یکم باب رو منتقل کنه به یه جای دیگه. بیشتر از اون به نگهداری مربوط باشه شاتکریته، که شاتکریت با ضخامت بیشتر به سقف و اینها پاشیده میشه، البته با فشار هم پاشیده میشه. شاتکریت انواع مختلف داره، تر و خشک و فلان اینها، ضخامت های مختلف 5 سانتی متر، 10 سانتی متر اینها، بیشتر برای تونل های راه استفاده میشه و در اونجور با بانگ‌های کم، بانگ‌های 50 متر، 100 متر میتونه مؤثر باشه، ولی بیشتر برای نگهداری نیست. اینم بیشتر برای اون سنگ‌های سست سقف رو به هم دیگه بچسبونه، آب رو جذب کنه، منتقل کنه به یه جای دیگه، بیشتر برای این کارش ساخته شده. ولی بالاخره یک وسیله نگهداری هست، نگهداری وسیله
نگهداری جنبی اصلی میشه گفت که دوست. و اما ترتیب استخراج این مهمترین چیزه. کی این سقف تونل رو برای ما نگه میداره؟ آیا واقعا وسایل نگهداری سقف تونل رو نگه میداره؟ کی نگه میداره با؟ وسایل نگهداری نگه نه. ببینیم شب حساب بکنیم قبل از اینکه بخوابیم، حتما فکر میکنیم محاسبه رو انجام بدیم بعد با اگر نه من راضی نیستم. حتما ببینیم. ببین همین مثالی که ما گفتیم 800 متر زیر زمین یه تونل به پهنای مثلا 4 متر معموله دیگه، 4 متر زیادی نیست دیگه، 4 متر تونل پهناشه 800 متر بالا. یه محاسبه بکنم ببینیم وزن بالای این چقدره. یک اگر جدول تیراهن هم نزدیکتون بود یه از اونجا می نگاهی بکنیم ببینیم چه تیراهنی باید بذاریم که این وزن رو نگه داره. نگه میداره ایش تیراهنی؟ پس کی نگهش میداره؟ پس وسایل این شما میگین نه، یعنی میگین لوازم نگهداری سقف رو برای ما نگه نمیدارن. پس کی نگه میداره؟ آفرین، خودمون نگه میداریم، نه با دستمون و زورمون و این آرکامون، با عقلمون، با محاسباتمون نگهش میداریم. هممون میدونیم که اگر یک لایه‌ای داشته باشیم و در اینجا در حال کار باشیم پرشار یا تئوری‌های دیگه فرق نمی‌کنه، در اینجا منطقه ریلکس است، در اینجا منطقه پرفشاره. آدم عاقل نمیاد در اینجا توی لایه پایینی در اینجا کار کنه چون منطقه پرفشاره، بلکه میاد تو منطقه ریلکس کار میکنه، منطقه که کم فشاره کار میکنه. پس به راحتی میشه ترتیب استخراج رو در جاهای مختلف لایه یا ذخایر بالای هم دیگه طوری به هم زد، یه طور ترتیب انتخاب کرد که یا ریلکس باشه که نگهداری لازم نداشته باشه، کم لازم داشته باشه، یا اینکه برعکسش کار بکنه. پس بسیار مهمه ترتیب استخراج در جاهای مختلف ذخیره و یا لایه های بالای هم دیگه بسیار مهمه. یکیشو یادم راک رینفورسمنت، راک رینفورسمنت روش های مختلف، مهمترینش راک بولت. بازتون میکنه که سنگ، امیدوارم بیشتر بهتون بگن راک بولت باشه، درس خیلی خیلی بزرگیه، خیلی درس زیادیه. راک بولت تنها چیزی که ما میگیم اینه که خب حالا طولش و فلان و اینا که دیگه زیگه با کتا کجا زده بشه و بسیگی به استحکام سقف ما در رابطه با سقف بالایی داره. اینا فقط این چیزی که ما فقط میگیم اینه که راک انظر استخراجی راک بولت رو با زود بزنیم. یعنی اگر ما بیم یه تونل رو میشه نگهش داشت به شرطی که از راه خودش وارد بشه. ما همیشه میگیم در مکانیک سنگ میگیم که اون احترام سنگ رو باید حفظ کنیم، باید نگه داریم. یک مار هم اگر که پا رو دومش نذاری نمیگذار آدم رو. سنگ رو اگر بی خودی پا رو دومش بذاریم میریزه برای کلم و خواب. این سنگ رو سخت رو ما از جاش تکونش ندیم بعد نمیریزه دیگه. چطوری از جاش تکون ندیم؟ قبل از اینه که استنداپ تایم برسه نگهش داریم. همین. یعنی مثلا راک بولت موضوع مهمی که ما در مورد راک بولت میگیم منظر استخراجی فقط اینه که این زود زده بشه اینجا. وقتی به محضی که ما امروز این قسمت رو حفظ کردیم، به محضی که حفظ کردیم راک بولتاش زده بشه، حتی قبل از اینکه حفظ بکنیم راک بولتشو بزنیم اونم میشه کرده. بیا با زاویه بزنیم، اینجا قرار فردا
استخراج بشه. این ما قبل از اینی که استخراج بشه راهبرد داشتیم. این تنها موضوعی که ما میتونیم بگیم اینه و حالا خوب گراوت بشه، محکم بشه، ان با ما نه چیزایی که دیگه میگن توی میکنه که سنگ به تو خواهن گفت. ما از نقطه نظر اینه که راکبول تا چه حد به عنوان نگهداری اولیه استفاده میشه یا نگهداری ثانویه، اینه ما صحبت میکنیم. توی روش های مختلفمون صحبت خواهیم کرد. و اما بلاستینگ یک موضوعی است که بلاستینگ هم انفجارها هم ممکنه که ما هر نوع تئوری و عمل و همه چی کار خوب و طراحی عالی بکنیم، بعد با بلاستینگ همه رو خراب بکنیم. با بلاستینگ کلا بلاستینگ در مورد نگهداری اثر زیاد داره. در روش های استخراج خب میدونید دیگه، کلن سه نوع روش استخراج، سه نوع ما داریم که میشه استخراج. یکی دریل و بلسته. بعضی روش ها باید دریل کنیم و بلست کنیم دیگه. بعضی روش ها کات میکنه، میبره، و بعضی ها کیف میکنه. کات کردن باز خودش دو نوعه، یا شیر میکنه یعنی میخراشه، مثل شیر لودر که شکلاشو دیدین توی چیز هست اون وبسایت. یعنی این اگر پیک هست به یه طریقی پیک میخوره به لایه، این شیر میکنه، میخراشش، میکنش. یا پلاو میکنه، اون با سرعت زیاد میخوره میخراشش، پلاو با سرعت کم بهش میخوره، میره توش میکشش میره. دو راه بیشتر نیست دیگه. یایم که کیف میکنه، کیف کردنم که زیرشو میبریم و خودش تخریب میشه. این اولی بلاستینگ داره، دوتای پایینی یا ستای پایینی، چهارتای پایینی هیچ کدوم دیگه بلاستینگ نداره. یعنی در معادن زغال سنگ، چون که مثلا ما شیرینگ استفاده میکنیم یا پلاوینگ استفاده میکنیم، هیچ وقت بلاستینگ به اون صورت نه، تقریبا هیچی نداره. در یک معدن زغال سنگ تیپیکال امروزه ما بلاستینگ تقریبا هیچی نداریم. تونلاش با چی حرف میشن؟ با تی بی ام و اینا، با خود دایه هم که با شیر لودر و رپید پلاو، پلاو معمولی و ترپنر و اینا ها، و هیچ کدوم دریل بلاست نمی کنن. ولی در روش های فلزیم ساب لول استوپینگ، ساب لول کیوینگ، اینا ها خب مثلا بلاستینگ خیلی داره. خب هفته دیگه همین ساعت 5 اینجا آماده باشین، همه تونم بیاین، غایب هم نشین، درس هم بخونین حسابی، 6 ساعت و فلان هیچ کنیدان تون نره تا قرارمون هفته دیگه باشین. خب.